شرح سؤالهای سگانه قبر. فضيلة الشيخ هيثم ابن محمد جميل سرحان المدرس بمعهد الحرم المدني سابقا والمشرف العام على موقع التأصيل العلمي والداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. مسئله سوم این که کسی که خدا را به یگانگی بشناسد و از پیامبرش اطاعت کند هرگز برای او جائز نیست که با کسانی که با خدا و رسولش دشمن هستند دوستی برقرار کند، حتی اگر نزدیکترین خیشاوندانش باشند. لذا الله متعال می‌فرماید: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. قومی را که به خداوند و روز بازپسین ایمان داشته باشند نیابی که با کسانی که با خداوند و پیامبر او مخالفت می‌ورزند دوستی کنند. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ولو آنکه پدرانشان یا فرزندانشان یا برادرانشان یا خاندانشان باشند. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم اینانند که خداوند در دلهایشان نقش ایمان نگاشته است و به فیضی از جانب خیش استوارشان داشته. و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عنه و ایشان را به بوستانهایی در آورد که جویباران از فرو دست آنها جاری است، جاودانه در آنند، هم خداوند از آنان خوشنود و هم آنان از او خوشنودند. اولئیک حزب الله الا این حزب الله هم المفلحون. اینان لشکر خدایند، بدانید که لشکر خدا همانانند رستگاران. آیه 22 سوره مجادله.